مسیری که اومدیم این بوده که انواع اقسام اتفاقات عجیبی که ما توی اول قرن بیستم رخ داده رو دیدیم، سعی کردیم یک چیزی بسازیم که یک نظریه بسازیم که همه اینا رو بر همه اینا در واقع منطبق باشه. الان یه توصیفی داریم که این چیز رو میده. بعد قدم بعدی اون بود که یه اتمی رو توصیف بکنیم، که اتمی که شروع کردیم اتم هیدروژن بود. پس من مسیری که رفتم بعد از اینکه دوام مکانیک کوانتوم رو ساختم، اتم هیدروژن رو توصیف کردم. قدم بعدی اینه که بتونم اتم های دیگر رو بررسی کنم که بیش از یه دونه الکترون دارن. قدم بعدیم قاعدتا اینه که بتونم مولکول ها رو بررسی بکنم. مثلا فرض کنید که مولکول اکسیژن، مولکول CO، انواع اقسام چیزهای دیگه. و قدم بعدی اینه که توده ماده رو توصیف بکنم. این کاریه که من باید انجام بدم. خب احتمالا میپذیرید که وقتی ساخت مکانیک کوانتومی انقدر طول کشیده، این مسیر خیلی قاطعا زیاده. ولی خوشبختانه مسیری که من رفتم برای ساخت مکانیک کوانتومی خیلی از اینا رو برام ساده کرده و میتونم حرف بزنم، راحت دربارش حرف بزنم و تون تون جلو برم. و من اتم هیدروژن رو حرف زدم، ترازش درآوردم، ریزکاریش هم حتی دربارش حرف زدم. و بعد حالا باید برم سراغ اتم های دیگه. یک کمی حرف زدم ولی باز میخوام بیشتر توصیف بکنم که حالت هایی که ما داریم برای اتم های دیگه چیه. نکته سخت ماجرا اینه که تو اتمای دیگه من هسته رو دارم. اگر اتم رو کاملا یونیده بکنم، یعنی مثلا فرض کنید که اتم اکسیژن رو در نظر بگیرید، اکسیژن 8 تا الکترون داره، با یک جون کندنی هر 8 تاشو بکنم، اون وقت مشخصه که این یه دونه الکترون بندازم این تو، حالتهایی که میگیره عیناً همون حالتیه که من برای اتم هیدروژن داشتم، فقط باید حساب بکنم که بار اینجا به جای اینکه یه دونه پروتون باشه 8 تا پروتون، خب، یا هر اتم دیگه ای باشه همین. پس اون اگر حرف بزنم درباره اتم های کاملا یونیده شده، عیناً همین مسیری که، یعنی یا این حالت هایی که تا حالا دربارش حرف زدم دیده میشه. مشکلم وقتی به وجود میاد که بخوام اتمو بیشتر از یک الکترون بهش بدم، دو الکترون، سه الکترون و همینطور تا آخر. خب چیزی که هست اینه که اولین الکترونی که بندازیم، مثلا باز من فرض کنیم اکسیژن رو دارم زدم میگم، یه حالتی دارم که اصطلاحا تو چیز بهش میگن اوربیتال، تو شیمی بهش میگن اوربیتال. من میدونم حالتش چیه. الان این حالت اینطوریه که اوربیتال یک اسه، تا به توزیع فضاییش رو تقریبا میدونم چیه، یه ای به توان منفی آر به آر صفره. و قسمت زاویه‌ای هم هیچی نداره، یعنی هیچ وابستگی به تطافی نداره. حالا سوال این که دومی رو بخوام بندازم چیه؟ اگر دومی بخوام بندازم، یه دونه برهمکنش این مرکز رو دارم با اون دومیه، و یه دونه برهمکنش این الکترونی که اینجا قرار گرفته با اون یکی الکترون این سر و کلش پیدا میشه. و خب این مسئله پیچیده میشه. این که من بخوام بگم
الکترون اول کجاست، الکترون دوم کجاست، هر دو رو با هم باید بگم، نمیتونم به تنهایی دوره، یعنی اولی رو تکلیفش مشخص کنم بره پی کارش، دومی تکلیفش مشخص کنم بره پی کار و اون چیز بگم. ناچارم بگم اگر این اینجاست اون یکی لابد یکم دورتره، اگر این اینجاست این یکی اینجاست. مسئله خیلی پیچیده تر میشه، ولی خوشبختانه به خاطر اینکه الکترون ها خیلی سبکند و خیلی راحت میتونن از هم حالا یه جورایی فاصله بگیرن، تقریب بی برهم کنش بودن اینا تقریب خوبیه، یعنی تقریب خوبی از آب در میاد. میشه یه سری حساب کتاب کرد که تقریبا میشه برهم کنش اینا رو به عنوان یک اختلال به مسئله اصلی، که مسئله اصلی اینه که من یک هسته دارم که الکترون جزم دورش هست جزم کنه. شبیه به چیه؟ شبیه به اینه که ما مثلا حالا یه جورای شبیه اینه، یه جورایی هم نیستش، مثلا ما منظومه شمسی رو چیز میکنیم، برای حرکت سیاره ها عمدتا فقط نگاه میکنیم که خورشید چه نیروی بهش وارد میکنه، بقیه رو یک جوری مثلا اثر مشتری رو زمین رو به صورت اختلالی میشه نگاه کرد، یا چیزای شبیه به این. یه جورایی شبیه به اینه، ولی حالا یه کمی هم فرق میکنه از یه جهتهایی. بنابراین تقریبا میگم آقا دومی رو هم من تو همون طیف چیز باید بذارم، فقط اگر بخوام حساب کتاب دقیق تر بکنم بگم اولی توی حالت یک اس، دومی رو هم با اسپین برعکس میذارم تو حالت یک اس، ولی حواسم هستش که احتمالاً یک کمی این حالت تغییر میکنه. حساب کتاب میتونیم بکنیم، میبینیم که اتفاقی که میفته تقریباً یک اس رو میشه برای هر دوش در نظر گرفت، منتها یک اسش یک کمی چاق میشه برای اینکه الکترون ها بتونه از هم دور بشه، این آر صفری که اینجا داریم آر صفر عوض میشه، یک کمی چیز میشه و اون وقت باز این سر جاش میمونه. پس به این ترتیب تقریبا حالتهای تک الکترونی که فقط با هسته و همکنش دارن رو میتونیم بگیریم. یک کمی بعد از اینکه قرار دادیم ارتباط بین این حالتها، این اوربیتالهای مختلف رو در نظر بگیریم، یک کمی پارامتراش رو دست بزنیم، کم و زیاد بکنیم تا حالت چیز در بیاد. بنابراین مثلا برای اتم حالا هلیوم دو تا الکترون می‌خوایم بذاریم، دو تاشو می‌ذاریم تو یک اس، ولی یک کمی به نسبت این که دو تا چیز داریم، دو تا بار داریم وسط و این آر صفرش طبیعتاً یکم فرق می‌کنه با آر صفر هیدروژن، به نسبت اون یک کمی بزرگتر میشه. پس من از هیدروژن شروع کردم، بعد میرم هلیوم، بعدی لیتیومه. لیتیوم یک اسش پر شده، پس این یک اسش یه دونه داره، این یک اسش دو تا داره. لیتیوم یک اس پر شده، دو تا الکترون بیشتر جا نمیشه، میریم سراغ دو اس. دو اس دیدید شعاع کاملا بزرگتری داره. اتفاقی که میفته اینه که یک اس اینجاست، دو اس جاهایی که مهمه بیشتر قرار داره اینجا هست، یعنی از این وسط هست تا ته، ولی اینجا مثلا یه قلمبه کوچک اینجا داره، قلمبه بزرگش این دور دسته. بنابراین بیشتر وقتا اصلا کاری به یک اس نداره، ولی چیزی که میبینه اینه که این الکترونی که اینجاست، چیزی که میبینه اینه که آقا یه توده بار این وسط هست که سه تا مثبت و دو تا منفی. برای همین این ردیفی که اینجا هست که یک اس ها، دو اس، سه اس اینا دارن پر میشن، بهشون میگن اتم های هیدروژن گونه. یعنی یه دونه چیز کروی داخل اون وسط هست پره و یه دونه الکترون کلی دورتر، عمدتاً کلی دورتر. باز دقت بکنید اینطوری نیست که اینجا هست همیشه، دیدید تابع سای رو به عنوان تابع آر دیدید که مثلا دو اس یه قلمبه این وسط این نزدیک داره، بعد یه قلمبه خیلی مفصل‌تر این بیرون داره. برای همین چیزه و
میتونید ببینید که به نسبت هیدروژن به نسبت هلیوم حتما یهو این کلی بزرگتر میشه. و البته چون تراز رفته بالا انرژی پیوندی این به چیز کم میشه، این الکترون دور و راحت‌تر میشه کند. پس من چند تا خاصیت براش دارم. یکی اینکه این اتم خیلی بزرگ میشه به نسبت این قبلیه. یکی اینکه خیلی راحت الکترونش رو میشه کند و اول اینکه خیلی هم شبیه به هیدروژن. حالا بعد از لیتیوم چیه؟ بریلیوم. این دو اسش پر میشه. پس ما یه دونه گذاشتیم، اون یکم میاد روش. باز همون استدلالی که برای یکس کردم که هلیوم ساختم، این بریلیوم هم میشه ساخت. منتها یه تفاوتی داره، این که ما تو چیز S، تو تراز S، تو تراز دو هم S ها رو داریم هم P ها. یه سری جاهای خالی وجود داره و این جاهای خالی عملا باعث میشه که من همچنان بتونم این راحت این الکترونه رو از دست بدم، جا برای بازی داشته باشم. و در نتیجه حالا من بریلیوم دو تا S هم پر میشه و بعد از اون باید برم سراغ این پی آر رو پر کنم. این که چرا اول دو اس پر میشه و بعد دو پی پر میشه، اینو من دفعه پیش بحث کردم که دو اس ها اگر من تابع سای رو به عنوان آر بکشم، یه قلمبه اینجا داره، احتمال حضور اینجا داره، بعد یه قلمبه اینجا داره. این مال دو اس. اما دو پی چیزی که هست اینطوری، بنابراین دو پی حالا با اینکه این قلمبه بزرگش کمی نزدیکتره، ولی تقریبا هیچ جایی شانس نداره که داخل این ابره بیفته، جایی که بتونه به راحتی دسترسی پیدا بکنه به این هسته‌ای که این وسط. بنابراین دو اسه یه سری احتمالات اینجا داره، راحت اینو میبینه و این خود به خود باعث میشه که انرژیش پایین تر بید. برای همین اینجا دو اس پر میشه، بعد دو پی پر میشه که بور و بعد کربن و اکسیژن و نیتروژن و اکسیژن و فلور و در نهایت چیزه به گازهای بی اثر میرسیم. گازهای بی اثر یه دونه ردیف کامل پر شده و وقتی پر شده اینا دیگه دوست ندارن که، یعنی الکترونی اگر بخوای بهش اضافه بکنی میگه که آقا باید کلی من الکترونم دور دسته، به دردم نمیخوره. اگر بخوای ازش بکنی میگه همه چیزم جور شده بود، کیف نمیده. در نتیجه اونا برای همین گازهای بی اثرن. این طرفی ها راحت الکترون‌هاشون از دست میدن و خب بهشون میگیم فلز. این گوشه این طرف هم که میرسه به فلور، اکسیژن، نیتروژن اینا و بعد کلور و گوگرد و اینا، این تیکه راحت الکترون میگیرن و بهشون میگن چیز غیر فلز. حالا بذارید این ایده هرچی هم میریم این طرفتر، خب پس کندن الکترون سخت‌تر میشه. شعاع اتمی چجوری تغییر میکنه؟ مسئله بار هسته هم هست. باید توجه بکنید که بار هسته ده. هر چی میرید اینجا جلوتر، تعداد بارهای مثبتی که توی چیز هست هی داره زیادتر و زیادتر میشه. درست بار الکترون هم هست، یه هوا هی میگه من باید اینا رو دور کنم از هم، ولی زور هسته یه جورایی میچربه. من دو تا نمودار بهتون نشون بدم.
این امروز اینو هی باید بیارم پایین ببرم بالا، برقم بره دیگه کیف میده دیگه. چی داریم؟ خب این انرژی های ایونشه، هرچی پایین تر باشه یعنی راحت الکترونشو میده، هرچی بالاتر باشه یعنی الکترونشو به زحمت میده. بر حسب الکترون ولت میبینید در حد چند تا 20 الکترون ولت این تغییر میکنه. این لیتیوم، سدیم و پتاسیم و اینا که همون اتم های هیدروژن گونه هستن، میبینید که کمترین انرژی های یونشو دارن. در واقع همونه که گفتم، اولین حالا لایه 2S 3S 4S این چیزا داره پر میشه و راحت کنده میشه. میبینید گازهای بی اثر اون برای ماجرا اصلا چیز نمیشه و همینطور میریم بالا. یه سری چیزا میبینید، یه سری جاها میبینید که میره بالا بعد میاد پایین، یه دونه میاد پایین، یه همچین اتفاقی، یا اینجا میاد پایین. اینجا در واقع چه اتفاقی میفته؟ اینه که 2S پر میشه، در واقع یه تراز انگار پر میشه و بعد تراز بعدی 2P یه خاصه، حالا 2P رو راحت میتونه بده که یه چیز متقارن باقی بمونه. هر وقت با یه همچین جایی رسیدیم ما معمولا یه دونه افت داریم. اینجا هم سه تا پی مثلا که داریم پر شده و همه با اسپینای بالا و سه تا پی دیگه مونده که با اسپینای پایین پر بشن. این سه تا پی که با اسپین بالا پر شدن اون وقت یه چیز متقارن طوری میسازن و درنچه یه دونه اضافه بکنید این یه دونه اضافه راحت تر کنده میشه. میبینید یه افتی اینجا داریم و بعد باز میریم بالا. همین داستان مثلا اینجا میبینید که ZN آخر CD پر شده و بعد یه افتی داریم برای گالیوم و باز این داره 4P پر میشه، دوباره این افتر اینجا داریم 4P و بعد همین داستان رو میبینیم برای 4D و 5P و همین روال تکرار میشه. این درباره انرژی یونشه که ما یه ایده پیدا میکنیم که چه اتفاقاتی داره میفته. اینم شعاعه، میبینیم که شعاعهای اتمی برای این چیزا، فلزات قلیایی، اینا چیزن از همه بزرگترن به نسبتش. هرچی تو اون مسیر از لیتیوم به نئون هرچی ما میایم پایین تر میریم جلوتر، میبینیم که شعاع کمتر و کمتر میشه. گفتم دو تا اثر هست، یکی اثر هسته است که هی داره تعداد چیزاش زیاد میشه، تعداد پروتوناش زیاد میشه و در نتیجه بیشتر میکشه اینا رو نزدیکتر میکنه. یه اثر هم اینه که خود الکترون ها با هم میگن آقا ما خیلی نمیخوایم کنار هم باشیم و این یک کمی میگن که بزرگ بشه، ولی اثر اون هسته بزرگتره و در نتیجه اینا هی افت میکنن تا به اینجا برسن تا بریم سراغ تراز بعدی و باز همین داستان تکرار میشه. دو جا اینطوری نیست. خب کجاست به نظرتون؟ مسئله ای که داریم اینجا
اینه که یه جاهاییه که میخواد در واقع ما اینجا چارس رو داریم پر میکنیم، یه جایی سدی داره پر میشه. تراز سه به طور طبیعی یه کمی چستر از چارسه، داخل تره، و این یه مسئله درست میکنه که چارس ها رو یکم هل میده بیرون. اون افتی که توی پیس چارو توی انرژی نمودار قبل خب اونجا که باز دوباره روند اون تو داریم مردی یه آقا بانا آمدن داشتن، ولی تو دوره بعدی دوباره اون کلیان سعودیه. ببین کجاستی؟ ببین هر کدوم از اینا رو ببین کجاست. ببین چون بعد سی باز افت میکنه درسته؟ همینجا که دستگیر رو اینجا؟ بعد این دوباره افت میکنه، بعد این هلوشی 45 کلیان سعودیه. اینا ببین یه کمی چیز دیگه، اینا داره مسئله پیچیده. نه هنوز افوارد نشده به معنی این که افا پر بشن. اف اینجا پر میشه، ولی اثراتشون به یه معنی هستش. یعنی مثلا میتونه چیز ببین داستان این که برید اینجاها، مسئله به این سادگی ها نیست. ببین این اینطوری شد، اینطوری شد، پس این میشه. ما یه سری توجیه هایی داریم میکنیم، منتها حساب کتابش واقعا اینطوریه. مثلا میگم اتم حتی هلیوم که دو تا چیز داره، قشنگ آدما میشینن حساب میکنن که انرژی یونش چقدره، شعاع‌ها چقدره، اینا رو حالا خیلی وقتا مرتبه مرتبه با یه سری اختلال هایی اینو در میارن و میفهمن که آها هلیوم یه کمی بزرگتر میشه از چیز. هیچ کدوم از اون تعداد نوترون اهمیت نداره؟ نه، تعداد نوترون هیچ اهمیت نداره. اهمیتش انقدر ناچیزه که کسی حرفی دربارش نمیزنه. ببین خواص شیمیایی رو چیزا در نوترون تعیین نمیکنه دیگه. خب پس من یه ایده ای درباره اتم های چند الکترونه دارم، ولی حالا مسئله اینه که مولکول چجوری درست میکنم. خوشبختانه ما این حرف رو زدیم قبلا درباره این که مولکول چجوری ساخته میشه. آقا من چیزی که داشتم اینه که دو تا اتم داشتم، مثلا دو تا اتم هیدروژن در نظر بگیم، میخوام مولکول هیدروژن درست میکنم، و اینا حالتی که اگر تنهایی اینو داشته باشم یه حالت یکس دورش هست. حالا من به صورت نوعی اینطوری میکشم، یه یکس اینجاست و اینم یه یکس اینجاست. منتها یکسه میدونید که اینطوری نیستش که فقط تو این ناحیه هست. من حالا نوعی این شکلی کشتم، یه تابع ای به توان منفی آر به آر صفر وجود داره که تا بی نهایت عملا انگار کشیده شده. بنابراین یه همپوشانی از حالت اوربیتالی این و این هستش، هر چقدر این فاصله بخواد بزرگ یا کوچیک بشه. پس من یه همپوشانی وجود داره و این همپوشانی معنیش اینه که میشه یه جوری از روی این به این یکی پرید. این همون داستانیه که من برای سیستم‌های دو حالته گفتم. حالا حالت‌هامو چی میگم؟ حالت‌های تک چیزمو میگم، این توی یکس باشه، این هم توی یکس باشه، و بعد وقتی این توی یکس، جفتشون توی یکس میتونن باشن، دو تا هم الکترون دارم. حالا حالتی که از نتیجه وجود هر دو اینا دارم اینه که میدونم هامیلتونی رو اینطوری مینویسم که یه انرژی یکس اینجا میذارم، یه انرژی یکس اینجا میذارم، یه منهای A، یه منهای A برای این که از این ممکنه به این بپرم یا از این به این بپرم. این چیزیه که قبلا دیدم و میدونم این A خیلی شدید میتونه به R وابسته باشه. این صفر نه، من اینا رو خیلی تو هم فرو نکردم که ابرای الکترونیشون خیلی به هم قاطی بشه، ولی
درنچه ای صفر دست نمیخوره، انرژی حالت پایه اون اتم و این اتم دست نمیخوره. ای آر خیلی چیز داره و ای آر قاعدتا هرچی آر رو بزرگتر بکنم ای کم میشه، احتمالا به صورت نمایی یا یه چیز شبیه به این هم کم میشه. پس من یه چیزی شبیه به این برای ای دارم. خوبه خیلی نزدیک صفر در نظرش نگیرم، اینجاها نمیدونم چی میشه، برای اینکه اگر خیلی نزدیک صفر بشه اون وقت دیگه این تقریبی که گفتم ای صفر را سر جاشونن کار نمیکنه. اون وقت دافعه کولونی اینها و این چیزا با هم مهم میشه، اینا رو باید با جدیتر در نظر بگیرم. پس من یه همچین چیزی دارم، اون وقت میدونم این موجود دو تا حالت بهم میده که ای صفر به علاوه ای و ای صفر منهای ای انرژیشونه. پس دو تا حالتی که دارم به عنوان تابع آر، یکیشون یه ای صفر منهای ای اینطوری میشه انرژیش، یکی دیگرش اینطوری میشه. اگر خیلی نزدیک بشن میگم این دافعه ها سر کلهشون پیدا میشه، این انرژی رو برمیگردونه. بنابراین و حالا من دو تا الکترون دارم که باید توی این حالت ها قرار بدم. خوشبختانه الکترون دو تا حالت اسپینی میتونه بگیره، درنچه هر دو تاشو میتونم توی این که انرژیش پایین تره قرار بدم. پس دو تا الکترون قرار میگیرن توی این حالت پایین تر و این به این میگه که اگر خیلی دور از هم باشن اینا رو به هم یکم نزدیکتر بکنیم انرژی میاد پایین تر. پس یه نیروی احساس میکنن که اینا رو به هم میکشه تا یه جایی که مولکول تشکیل بده. پس من راحت میتونم تشخیص بدم که چرا پیوندهای مولکولی تشکیل میشه. این مولکول ها پیوندهایی که دارم میگم پیوندهای کووالانسی عملا. یعنی پیوند کووالانسی حکمتش یه همچین چیزیه. حالا یه وقتای یه کمی حالا جدیتر باید بهش پرداخت که اون یه داستان دیگه است. پس من میدونم چجوری مولکول تشکیل میشه، ولی یه چیزای دیگه ای داریم که ما از مولکول یه سری طیف میگیریم. بذارید یه طیف مولکولی نشون بده. این طیف مولکولی چونه؟ اگر آره میتونید این چنین چیزایی رو بنویسید، یعنی خطوط هم پتانسیل و اینا رو بکشید و یا همون شکل در میاد، ولی وقتی میخواید تعبیر بکنید، میخواید یه بگید حالت سیستم چیه، اونا به درتون نمیاد، خیلی به کار نمیاد. یعنی این الکترونی که قرار بشه جابجا بشه از اون مسیر ها حرکت نمی، نه اصلا ما مسیر نداریم برای الکترون. دو تا الکترون وجود داره، هر دوش میان توی این حالت پایین میشینن، یکی با اسپین بالا یکی با اسپین پایین. بعد جفتی اگه نزدیک بشن روی این مسیر را میفتن تا بیان این کف. اگر اسپین الکترون یک بود اون وقت صفر بود، وقت آره مشکلی که شما میگید پیدا میشد، یکیش پایین قرار میگه یکیشون بالا، عملا هیچ اتفاق نمیفت و مولکول تشکیل نمیشد. سوال دیگه اون جایی که انتوه صفر یا انرژی زیاد شد از آب بودیم؟ نه گفتم اگر اون چیز بشه اصلا این ساختار به هم میریزه، برای اینکه من دیگه ای صفر رو نمیتونم، یعنی حالتهای فقط رو این فقط رو اون خیلی خوشمعنی نیست. خب این مال HCL، یه دونه HCL گرفتن، نور
بهش تابوندن یا ازش چیز کردن و دیدن کجا این نور زیاد میده یا کجا دیدن جذب زیاد داره و یه همچین چیزی گرفتن. فکر کنید چی از توی میشه گیر آورد؟ باورتون میشه چقدر اطلاعات میشه از توی این گیر آورد؟ چی؟ خب نور تابوندن از توی گاز HCl یا گاز HCl گرم کردن این نور میتابونه. حالا نورش اگر نگاه کنید چیزه فروسرخ شدتاش ها گرفتن توری پراش دادن بازش کردن دیدن اه تو اینجا و اینجا و اینجا و اینجا و اینجا چیزه. این چند تا چیز جالب میبینید. حالا یه نکته ای که میگه این شدته داره زیاد میشه و بعد کم میشه، یه جای مرکزی مثلا وجود داره. خب این چیز جالبیه، یه جای مرکزی وجود داره. فاصله اینا رو اندازه میگیرن و میبینن که یکسانه، یعنی دو تا قله کناری فاصله هاشون یکیه. چی؟ یکیه. چی کجا؟ هشت آه این تیکه، این تیکه رو بذارید کنار بقیه رو میگه. بعد از عقب اونی فاصله بیشتر میگیره کمتر میشه؟ تقریبا یکیه. خیلی تقریبا تو خوبه. نه 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 واقعا حالا چیزه صفر کجاست؟ هم هشت اینجا؟ نه هشت صفر بین دو تا خط مشکی یه دونه قرده هست بردن این واسه تو قله اون تو همون فاصله دو تا قله نه راست میگید حالا باش درست میگید. یه چیزای دیگه هم میبینید که یه قله کنار یه قله دیگه هم هست مسکه نه چیز جالبی قاعدتا باید من ترازای پیدا بکنم که این شکلی بشه. چی؟ این دوتایی که کنار همه؟ یکیشون مال متقابل یکیشون مال بلوره. نه مال HCl. حالا ببینید چجوری میشه توصیف کرد. چی؟ نه 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 اینا طیف مولکولیه. اصلا الکترون ها به یه معنی جابجا نمیشن، مولکول داره تغییر حالت میده. حالا حالت های مولکولی چی میتونه باشه؟ یعنی من یه دونه مولکول دارم HCl، چی میتونه؟ این هاش این Cl مولکول چه حالت هایی میتونه داشته باشه این مولکول؟ این مولکول تو فضاست، میتونه بچرخه. اولین چیزی که به ذهنمون میرسه اینه که میتونه بچرخه. خب اگر بچرخه من باید براش یه انرژی دورانی بنویسم. خب انرژی دورانی که برای این مولکول بنویسم چیه؟ چیه؟ دو تقسیم بر دو های انرژی شما. حالا اگر انرژی L2 تقسیم بر دو هایه من میتونم L2 چی میتونه باشه؟ در واقع این اگر بخوام درست بنویسم باید بنویسم LX2 تقسیم بر دو های X به علاوه LY2 تقسیم بر دو های Y به علاوه LZ
دو تقسیم بر دو آی زد. منتها آی زد اگر حالا اینو بگیرم زد، آی زد خیلی کوچیکه و اگر ال زد یه دونه واحدم بخواد اضافه بشه کلی انرژی میگیره، بنابراین ال زد تقریبا همیشه صفر. اگر ال زد صفره من اینو میذارم صفر و اینو مینویسم، یعنی ال ایکس دو علاوه این تیکر میذارم صفر، ال ایکس دو علاوه ال وای دو هم میشه همون ال دو چون ال زد چیزه، پس این میشه ال دو تقسیم بر دو آی. چون آی ایکس و آی وای هم با هم برابرن، تقارنی که داریم چیزه، پس من اینه و دیدم که ال دو حالت هایی که میتونه بگیره ال در ال به علاوه یک اچ خط دو تقسیم بر دو آی. پس ترازایی که دارم چی هست؟ ترازایی که دارم چی هست؟ خیلی جاره جالب میشه، ببین ترازه اونو میخواییم در بیاریم جان. نه وقت اگر بیشتر بخوایم باید بذاریم تو 4S تو 2S اون یه داستان دیگه است، ولی واقعا خیلی کار سختی که بچه پایین توش نت پرم بیرون. خب ببینیم حالت همون چیا میتونه باشه. اگر ایلو صفر بذارم نه چرخه انرژی صفر دارم. اگر ایلو یک بذارم میشه چقدر؟ میشه دو تا اچ خط دو روی دو آی، اچ خط دو روی دو آی و یه ای صفری میگیرم این میشه دو ای صفر. الو دو بگیرم میشه چقدر؟ شیش ای صفر. شیش ای صفر بعدی چنده؟ دوازده تا. و بعد هم تو میریم پایین. خب تکانه زاویه این چنده؟ صفر، یک، دو، سه. ما یه سری قواعد انتخاب داشتیم، به اون چی میگفت؟ تکان زاویه فقط یه دونه میتونه جا به جا بشه، یعنی من نمیتونم از این بپرم به این، فقط میتونم از این بپرم به این، از این یا به این میتونم بپرم یا به این، از این یا به این میتونم بپرم یا از یا به این. بنابراین من چیزایی که دارم ایناست. خب پس بگیم نورهایی که به اون میده چی هست؟ چیه؟ یا دو ای صفر به روی اچ خطه، بس آمدی که داریم اینه، یا چهار ای صفر به روی اچ خطه، یا شیش ای صفر به روی اچ خطه، یا هشت ای صفر به روی اچ خطه. اومگا رو دارم میگم. اگر اینو میخوام نور رو میخوام میشه دوی تقسیم بر اچ. خب یعنی که امگاهایی که میگیرم توی فاصله های کاملا مشخصی از قضا همینجاست. اینو گیر آوردم. فقط یه ایراد داره، ایرادش اینه که آره
و یه جای مشخص دارم این طرف داره و اون طرف داره. خب اینو چیکار کنم؟ وسطش هم صفر نیست، یعنی من از صفر شروع نکردم. ببین صفر، دو، چهار، شیش، هشت، اینجا صفر من افتاده یه جای هشت و هفته هم انگار. اون چی؟ برمیگردم به مولکولم. خب من اینو اینطوری کشیدم، من خیلی تقریب خوبی نیست. یه تقریب بهتر بخوام بدم چیه؟ نه اونش مهم نیستش. خب این دوتا یه جوری به هم وصل شدن، نمیتونن به هم نزدیک و دور بشن. سال تعیین تقریبی که میشه زد اینه که اینجا انگار یه فنره. بنابراین من یه انرژی دیگه هم دارم، انرژی فنرم میدونم. اگر این چیز باشه، اومگا او مربوط به بسامد نوسان‌های این چیزش باشه، انرژی اون هست اچ خط اومگا در یه ان به علاوه یک دوم. این سوای این چیز است، این ال است که من گرفتم. این مال حرکت نوسانی دوتا مولکوله، اون یکی مال حرکت چرخشیش. و اون وقت من چیزی که دارم اینه که میتونم، یعنی اتفاقی که اینجا افتاده اینه که از یه انی رفتم به یه ان دیگه ای، یعنی مثلا از ان یک رفتم به ان دو، از ان یک رفتم به ان دو و چیزه. بذارید ما اینو، از n1 رفتم به n2، ولی در این حال الام هم عوض کردم. پس اتفاقی که افتاده اینه که من هم n رو دارم عوض میکنم هم l رو. حالا ببینید چجوری من هم سمت چپ هم سمت راست رو دارم توصیف میکنم. این یه n صفره با l های مختلف، یه اینه یکه با الهای مختلف. من میتونم بذارید باز یکم کوچکترش بکنم، من میتونم از ان صفر بپرم به ال، به ان یک و الامو یه دونه اضافه بکنم، یا میتونم الامو یه دونه کم کنم. این تو اینجا دلتا الهای مثبت یکو، یعنی از ال صفر اینجا رسیدیم به ال یک اینجا، از ال یک اینجا رسیدیم به ال دو اینجا و همطور تا آخر. و این یکی الهای یه دونه کمه، یعنی از L1 اینجا رسیدیم به L0 اینجا. این طرفی ها سمت چپ اون نوع چیز رو نشون میدن که از وسطیه یه مقدار کمترن، این یکی سمت راست رو نشون میدن که از وسطیه یه کمی بیشترن. وسطیه اینی که اگر میشد از L0 به L0 اینجا رفت با نور، اون وقت این میشد چیزی که داشتیم، منتها نمیشه رفت، برای اون وسط یه جون جا خالیه، اون امکان نداره. یا یه دونه باید زیاد بشید یا یه دونه کم بشید. و به این ترتیب من با شناخت مولکول، حالت‌های مولکولی، عملا میتونم طیف‌های از این جنس رو توضیح بدم. منتها بدبختی اینه که به همین سادگی ها نیست. مثلا یه مولکولی که دارم فقط مولکول HCl نیستش که چیز باشه، مولکولای دیگه ای هست. ولی بذارید قبل از اینکه بریم درباره اونم حرف بزنیم، چی؟ میشه، ولی اون وقت باید یه جای دیگه ای دنبالش بگردم. خب اگر تو فروسرخ دنبالش میگردم، این فاصله اینا خیلی کمتر از فاصله اون وسط مربوط به کدوم ال بود؟ ال ثابت انتقالی میکنه، اون وسط اگر از ال صفر مثلا میتونستم برم به ال صفر با یه ان دیگه، اون وقت یه دونه اون خط اون وسط در میاد. فقط اون
نه نه از ال یک هم به ال یک اون برید باز اون وسط میفته چون فاصله شون باز همون اچ خط امگا او است. کل از یه ال به یه ال مشابه این بالا برید اون خط وسطی رو میتونه بده. آره اگر الش رو ثابت نگه داری. خب یه چیز دیگه اضافه بکنم و این قله های نزدیک کوچیک نزدیک بهش فکر کنید چیه؟ از توش چی میشه در آورد؟ خیلی خیلی هیجان انگیزه. نه نه اصلا به چیز اتمی کاری نداره، مال مولکولیه. بعد مولکولا یه تفاوتی با هم بکنن که جای چیزشون فرق کنه. جای اینا به چی وابسته است؟ یه سری چیز دارم، ال در ال به علاوه یک اچ خط دو دارم که هیچ، آی دارم. بعد یه چیزایی داشته باشم که آیاشون با هم فرق کنه، مولکولایی که آیاشون با هم فرق کنه. مولکول کلر این کلر خوبیش اینه که دو تا ایزوتوپ داره، یکی 37 یکی 35، قشنگ با هم فرق دارن و فراوانیشون هم اینطوری نیست که یکی خیلی کم باشه، فکر کنم یک سوم دو سوم اینطوری هستن. و در نتیجه اون رو به راحتی می‌بینید. این قله های دیگه مال اینه که ایزوتوپ دیگه کلر رو دارید. از روی این میتونید در بیارید که اولا ایزوتوپ جرمش چقدره، بعدم درصد فراوانیش چیه. از روی اختلاف ارتفاع یا نسبت ارتفاع اینا میتونید درصد فراوانی ایزوتوپ کلر رو در بیارید که کلر چیه. اکسیژن هم ایزوتوپ داره ولی انقدر فراوانی اکسیژن 18 زیاده 16 زیاده که اصلا کاری به اون نداری. چی تاثیر جان؟ چرا؟ یه مدتی اگر نگاه بکنید فاصله نسبیشون داره هی زیاد میشه، فرق میکنه. آره این اتفاق میفته. خیلی خوب. خیلی آره ولی مسئله به همین سادگی نیستش دیگه که چیز بکنم. مثلا چه میدارم انواع اقسام چیزا میگیرن، تیف های مولکولی و اینا میگیرن، خیلی خیلی کار میکنم. ببین شما خیلی وقتا کاری که دارید اینه که یه نمونه ساخته میشه و این نمونه من نمیدونم چی توشه، دوست دارم بدونم توش چه موادی با چه ترکیباتی با یا چه مولکولهایی، و همه اینا رو معمولا با یه تیف نگاری های انجام میدن. برای همین شما خیلی خوب باید یه جوری بدونید هر کدوم از این قله ها مربوط به چه چیزیه، چه حالا وقتی مولکول درباره مولکول حرف میزنید کدوم تیف مولکولیه، درباره اتم حرف میزنید کدوم تیف اتمیه، و تشخیص بدید آها این به این دلیل اینجا چنین چیزی داره. اگر این قله رو من دیدم معلومه توش مثلا فلان ماده هست یا نیست، یا اگر چیز رو دیدم این رفتار رو داره انجام میده یا نمیده. من یک فصل بزرگی داریم به اسم اسپکتروسکوپی یا تیف سنجی مولکولی و اتمی که دونه دونه اثر انگشت های چیزهای مختلف، مثلا هر کدوم از اینا که مثلا در واقع نوشته که با چه تو کجا من یه قله دارم ببینم، اینا هر کدوم نشون دهنده چیه و چه اتفاقی میفته. حالا این که اینجا این نمودار برای چی آورده من نمیخوام، این درباره شیفت رامانه ولی نمیخوام حرف بزنم به معنی چیز، ولی میخوام بگم که چقدر چیزای مهمی میتونه وجود داشته باشه که آدم از این چیزا در بیاره. خیلی خوب، اما وقتی میرسیم به چیزهای مولکولی و اتمی، قدم بعدیمون اینه که بریم سراغ توده ماده.
توده ماده یعنی که من یکی دو تا سه تا اتم نداشته باشم کنار هم. اینا دو تا سه تا چهار تا اتم میشه حالت های مولکولی. اگر بخوام برم سراغ تعداد زیاد میشه مثلا یه چیزی مثل ماده چگال، حالت جامد، یعنی یه بلور دارم. خوشبختانه مسیر من بلور رو خیلی خوب توضیح داده. من یادم میاد که یه مسئله حل کردم که تعداد زیادی اتم ردیف هم کشیده بودم. به چی داره؟ آها. آره. حرف میزنیم اگه خواستیم. الان بذارید من این چه زمان بگم. این مسئله رو حل کرده بودم که الکترون میتونه جایگاه های مختلفی بگیره که تعبیر کرده بودم انگار من یک رشته اتم دارم و الکترون میتونه رو هر کدوم قرار بگیره. هر کدوم یه دونه حالت در نظر گرفته بودم که مثلا میتونیم حالت یک اس رو مثلا در نظر بگیریم، یک اس که الکترون میتونه این تو باشه، این تو باشه، این تو باشه و همینطور تا آخر. و وقتی من تعداد زیادی از اینا داشته باشم و بعد احتمال اینکه از اینجا به اینجا بپره و برعکس رو قرار بدم، به جای اینکه من n تا حالتی داشته باشم همه با یک انرژی ای صفر، همه اینطوری بود، تبدیل میشد به اینکه انرژی بر اساس k توی بازه قرار میگرفت از ای صفر منهای a تا ای صفر به علاوه a. اگر اینو خاطرتون باشه، یعنی این تمام انتا حالتی که اینجا بود میشد انتا حالت جدید در آورد که انرژی هاشون توی همچین محدوده ای میگنجه. باشه من اینو ببینم داستانش چیه. بله سلام. هستم الان سر کلاس هم. من تموم میشه میام خدمتتون. آره به امید خود. بله بسیار من میام اونجا. باشه خدا حافظ. ببخشید. خب همین حرف رو من میتونم برای دوئس هم بزنم و همینطور برای چیزهای دیگه. یعنی یه چیزی مثل نوار انرژی دارم تو این محدوده که تو این محدوده همه انرژی ها مجازه، ولی بعد میرم سراغ دو اس که یک انرژی دیگه ای داره و باز اینا میتونن رو هم بپرن این وانور بکنن و یه نوار دیگه ای در میاد، نوار دو اس و همینطور تا آخر. یه کمی داستان پیچیده تر از اینه، برای اینکه فقط این نیستش که از یک حساب به هم میتونید برید، از دو حساب فقط میتونید به هم برید، به خصوص مثلا دو اس و دو پی قشنگ میتونن یه جوری با هم چیز بشن. درش نظر در این نظریه نواری یه کمی پیچیده تر از اون چیزی که من گفتم، ولی اصولش همینه. پس من اگر یه جامدی اینطوری داشته باشم، حالت‌های انرژیم اینطوریه که یه محدوده توش انرژی وجود داره، یه محدوده نیست، دوباره یه محدوده هست، یه محدوده نیست و همینطور تا آخر، که این نظریه نواریه. و حالا اون وقت باید ببینیم که انرژی که داریم توی سیستم چقدره، یعنی در واقع تعداد الکترون‌هامون چقدره، تو کدوم نوار دوتا تو هر ترازی میذاریم پر میکنیم تا یه جایی بیاد. و اگر یه جایی پر بشه که مثلا وسط این نوار باشه، اون وقت من راحت میتونم حالت‌هامو تغییر با اندک انرژی میتونم حالت‌هامو عوض بکنم. اگه حالت‌هامو عوض بکنم میتونم
اونایی که مثلا کیشون مثبته رو بیشتر بگیرم به نسبت اونایی که کیشون کمتره، یعنی را بیفتم به سمت مثبت‌ها، یعنی الکترونم میتونه راحت را بیفته و رسانش پیدا میکنم. اگر نه مثلا تا آخر این نوار پر شده باشه، بخوام یه دونه کی مثبت پیدا بکنم که مثلا تو این نوار بالاییه، کلی باید انرژی بدم که این میشه وقت یه چیزی که نارسانه. و حالا نیم رسانه هم یه داستان متفاوتی دارن که یه حالتهایی کوچیکی این وسط ها هست، یا این گاف انرژی که این وسط هست خیلی بزرگ نیست، اینا تقریبا به هم نزدیکن. پس من مسیری که خواستم برم از این که شروع کنم اتم رو بشناسم، اتم تک الکترونی، بعد اتم چند الکترونی رو بشناسم، یه توضیحاتی دادم، بعد مولکول ها رو فهمیدم، یه حرفای قابل توجهی میشه برایشون زد، طیف سنجی خیلی که اطلاعات خیلی زیادی به هم بده میشه از توش در آورد، و حالت جامد رو هم من عملا میتونم اصول اولیه‌اش رو در بیارم. این مسیریه که من دوست دارم تو ذهن داشته باشید، یعنی من با استفاده از اطلاعات نه خیلی پیچیده مکانیک کوانتومی تک تک این اصول اینا رو من میتونم در بیارم. جزئیات اون وقت میمونه این که شما باید خوب همه اینا رو حساب کتاب بکنید، اون یه داستان دیگه است و معمولا هم اصلا به این راحتی نیست، یعنی اگر جزئیات بخواید کلی حساب کتابایی هستش که دم دستتون نیست و نمیتونید انجام بدید، باید با کلی جون کندن چیز بکنید. خیلی خوب، من این جلسه رو الان تموم میکنم. من یه ده دقیقه رو میخواستم درباره لیزر هم حرف بزنم، ما اولش ده دقیقه رو برو از دست دادیم. جان لیزر آره، ولی میگه اول جلسه ما کلن 4 جلسه تعطیلی داشتیم و داریم، یعنی احتساب هفته آینده 4 تا کم شد، ولی خب اشکال نداره. یه کمی من این آخری ها رو شاید یه جوری هم به نفع شما بشه قصه طورتر میگم، توی جزئیاتش کمتر میرم، یعنی من احتمالا قرار بود که این قسمت تو 2 جلسه با جزئیات بیشتر گفته بشه و همینطور 2 جلسه بعد هم باز با جزئیات بیشتر گفته بشه که مثلا 5-6 جلسه بشه به جای 2-3 جلسه، ولی خب حالا یکم کلی تر میگم، فقط سعی کنم دیدها رو هم مثل چیزی که اینجا هست بهتون بدم. خیلی خب، چی؟ 22 رو میام، ولی دیگه بعدش هفته بعد یه جلسه داریم، هفته بعدش هم یه جلسه دیگه، 2 تا جلسه دیگه.